L'Institut Notre-Dame du Nil est destiné à former l'élite féminine du pays. Celles qui ont la chance d'être là doivent devenir des modèles. Vous êtes bien toutes ici, toutes les deux. Voilà les deux cafards dont je t'ai parlé. Quand allez-vous enfin cesser ces querelles toutes les deux? Vous mangez pas? On va attendre. Pourquoi? C'est Gloriosa. Elle ne veut plus ouvrir la bouche devant les Tutsis. فیلم بانوی رود نیل اقتباس است از کتاب با همین نام که توسط نویسنده رواندایی اسکولاستیک موگسونگا نوشته شده. یک مدرسه شبانه روزی دختران است در همین مکتبی که اسمش از بانوی رود نیل، از یک مدرسه کاتولیک های بلژ مربوط میشه به سالهای 1970. و وقتی که بخوایم این مسئله نسل کشی رواندا را تحلیل کنیم، باید به همین جریان سالهای 1970 برگردیم و ببینیم که چگونه به گفته اینگمار برگمن این تخم مار گذاشته شد. در آغاز تفاوت بین مردم توتسی و هوتو یک تفاوت طبقاتی بود، ولی استعمار بلژیکی ها طور بود که این تفاوت و این تضاد طبقاتی را تبدیل کنن به تضاد قومی. پلیریناج arrive bientôt et cette année grâce à moi nous allons prier enfin devant une statue rwandaise, une hutu, une vraie. Non, je veux pas, petite idiote, c'est la seule manière de faire oublier que ton sang est sale. آدم هیچگاه نمیفهمه که نفرت کدام زمان در وجود یک انسان ریشه میدوانه. مهم بود که اینو پیدا کنم. در جامعه مثل رواندا ببینیم که نخست جامعه در معصومیت خود زندگی میکردن، اما عیسویت و استعمار که آمدن از این معصومیت و از قوم توتسی و از ذهنیت مردم تقدس ساختن. این تقدس است که بالاخره ما را میکشانه به طرف تخطی، و وقتی که تخطی یا اشتباه یا گناه به وجود میاد در برابر تقدس، ضرورت به قربانی داریم تا این گناه بخشیده شود. یکو کریافگا کمونتی اپفویه roho izajya gutura mu birunga, urwibutso rwe rukayongera mu mazi y'ikiyaga. Tumva ijwi rye. Iyi si yacu irananiwe, irambiwe akajarajaro k'abahashyi bayimajije amaguru. وقتی که سناریو تمام شد و تصمیم گرفتیم که فیلم ها بسازیم در رواندا، یک دایرکتر کاستینگ خیلی خوب داشتم که 100 دختر جوان پیدا کرد و از اون میان فقط 30 تا را نخست انتخاب کردم. برایشان یک ورکشاپ ایجاد کردم در شهر کیگالی، پایتخت کشور رواندا. نخست باید تهداب هنر سینمایی را برشان میاموختند. بعدش بیشتر سر جسمشان کار کردم. ولی یک چیز برای من خیلی اساس بود که اونو نمیخواستم از ایشان بگیرم، و اون هم شکل صحبتشان بود. مردم رواندا خیلی آهسته صحبت میکنن و خیلی نرم و آرام. راستی فکر میکنم در تمام کشورهایی که گشتیم تا حال سفر کردیم، این آرامش و این آهستگی صدای رواندا خیلی مجذوبم کرد. اصلا وقتی که شما در کشور رواندا میرین، داخل میشین، برخلاف کشورهای آفریقایی یک کشور است خاموش، چون که همش تپه ها، از تپه های سرسبز ساخته شده، فلحاظ و دره ها صدا را فقط نگه میداره. از یک دره صدا به دره دیگه نمیره. اینجاست که یک سکوت زیبای همش چیره داره در این کشور. Regardez qui arrive.
Encore lui? C'est sûr qu'il cherche une fille. On dit qu'il est... un puissant. Monsieur Fontenay, nous ne vous attendions pas de ce... Je viens honorer la mère du Nil. Regardez que le costume borge. Bah, que je suis Rwanda, Rafton. و با مردمی صحبت کردم. یک خانم روانشناس رواندایی بود که بر من یک حرف خیلی مهم زد که بر من یک درس زندگی است. همیشه مهم است که بتانیم بعد از نسل کشی، بعد از برادر کشی، بعد از جنگ برگ تاریخ کشور خود را برگردانیم، منتها با یک شرط که قبل از برگرداندن این برگ ورق را باید بخوانیم. و متاسفانه در بسیاری کشورها، بخصوص در کشور افغانستان، چون چیز صورت نگرفت و تا امروز، حتی که امروز است، مردم ما در انتقام جویی هستند.